سرخط خبرها. خبر شوکه کننده: کشته شدن 11 آمریکایی در حملات سنگین حماس و انداختن تقصیر به گردن ایران. هشدار بایدن به خامنه ای در صورت سوء استفاده از جنگ اسرائیل. رسیدن بمب افکن های B-52 آمریکا به اسرائیل به یاری نتانیاهو علیه ایران. و نتانیاهو: نقشه خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهم داد. مشروع اخبار. خبر شوکه کننده: کشته شدن 11 آمریکایی در حملات سنگین حماس. جو بایدن گفت که دست کم 11 شهروند آمریکایی در میان کشته شدگان حمله حماس به اسرائیل بودند. او همچنین اضافه کرد این احتمال وجود دارد که شهروندان آمریکایی در میان افرادی باشند که توسط حماس به گروگان گرفته شدند. با این حال در پی تایید این موضوع هستیم. هشدار بایدن به خامنه ای در صورت سوء استفاده از جنگ اسرائیل. در حالی که رسانه های اسرائیلی از شواهدی مبنی بر فشار ایران برای ترغیب حزب الله لبنان جهت درگیری با اسرائیل خبر می دهند، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مجددا نسبت به سوء استفاده دیگر طرف ها از وضعیت پیش آمده در اسرائیل هشدار داد. بر اساس گزارش رویترز، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا دوشنبه 17 مهر در ارتباط با جنگ حماس و اسرائیل گفت: دولت ایالات متحده به دست جو بایدن با شرکای منطقه ای کار می کند تا به هر کسی که ممکن است در این شرایط به دنبال سوء استفاده باشد هشدار دهد. همچنین روز دوشنبه تایمز اسرائیل گزارش داد که یک مقام ارشد این کشور گفته ایران حزب الله لبنان را ترغیب کرده تا برای درگیری با اسرائیل آماده شود. این مقام اسرائیلی همچنین گفته دولت اسرائیل نشانه‌هایی مبنی بر اینکه ایران حزب الله را برای گشودن جبهه و حمله گسترده به اسرائیل تحت فشار قرار داده در اختیار دارد. در واکنش به این خبر، کاخ سفید نیز اعلام کرد که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در جلسه ای با حضور آنتونی بلینکن وزیر خارجه، جیک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید، معاونش، مشاور وزیر امنیت داخلی و رئیس کارکنان کاخ سفید برای پیگیری تازه ترین در جنگ اسرائیل و حماس شرکت کرده است. جو بایدن به این تیم دستور داده تا با مقامات اسرائیلی هر گونه پاسخگویی به این بحران را پیگیری کنند و با شرکای آمریکا در منطقه هماهنگی لازم را انجام دهند و به هر طرفی که بنا داشته باشد وضعیت موجود سوء استفاده کند هشدار دهند. مشاور امنیت ملی آمریکا همچنین گفته واشنگتن برای تعیین محل حضور شهروندان آمریکایی ناپدید شده همچنان تلاش می‌کند. رسیدن بمب افکن‌های B-52 آمریکا به اسرائیل به یاری نتانیاهو علیه ایران. برخی منابع گزارش دادند که بمب افکن B-52 آمریکا وارد اسرائیل شده است. به گزارش میدل ایست نیوز، پیش از این نیز گردان‌های القسام از هدف قرار دادن جنگنده‌های F-16 در آسمان دریای غزه با موشک‌های زمین به هوا خبر دادند. درگیری میان نیروهای فلسطینی غزه و ارتش اسرائیل پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی وارد سومین روز خود شده است. در حالی که اسرائیل به حملات خود به مناطق گوناگون نوار غزه ادامه می‌دهد، نیروهای گردان قسام نیز به حملات راکتی خود به سمت اسرائیل ادامه می‌دهند. گفتنی است حماس از صبح روز شنبه عملیات طوفان الاقصی را آغاز و به صورت گسترده به مناطق مختلفی از اسرائیل حمله کرده است. در مقابل، اسرائیل نیز در پاسخ به این حمله عملیات شمشیرهای آهنین را آغاز کرد. و نتانیاهو: نقشه خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهم داد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل میگوید تعدادی از شبه نظامیان حماس همچنان پس از حملات روز شنبه در داخل این کشور حضور دارند. آقای نتانیاهو دوشنبه در سخنرانی گفت حملات هوایی در نوار غزه مرحله نخست عملیات ارتش این کشور است و وعده داد برای آزادسازی گروگان‌ها نهایت تلاش خود را انجام دهد. آقای نتانیاهو حماس را به داعش تشبیه کرد و گفت این جنگ به وسیله یک دشمن حقیر به ما تحمیل شد. وحوشی که کشتن زنان، کودکان و افراد سالخورده را جشن می‌گیرند. او همچنین خواهان تشکیل یک دولت ائتلافی فراگیر با حضور احزاب مخالف شد. آقای نتانیاهو خواستار کنار گذاشتن اختلاف‌های سیاسی برای پیروزی شد. او گزارش‌های مربوط به دریافت هشدار اطلاعاتی از مصر درباره حملات حماس را رد کرد و آن را اخبار کذب نامید.